نفوذ فساد جمهوری اسلامی به بدنه فولاد، شرکتی که سالهاست یکی از منابع مالی استان اصفهان بوده، حالا در روزهایی که زاینده رود به زحمت رنگ آب را می‌بیند در فساد غرق شده. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان در صحن علنی قرائت شد تا مشخص شود میراث اکبر هاشمی رفسنجانی تا عمق استخوان دچار فساد است. 92 هزار میلیارد تومان معادل حدود 3 میلیارد دلار، عددی معادل حدود 2 ماه حقوق کل کارمندان دولت و 1/10 تمام درآمد نفتی کشور در سال 1400، اعداد و ارقامی که از عمق فساد خبر می‌دهد. گزارشی 300 صفحه‌ای که سرشار از اسناد تخلفات گسترده مالی است. شرکتی خصولتی که اگرچه به ظاهر خصوصی شده، اما ایمیدرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان مسئولیت انتخاب اعضای هیئت مدیرش را بر عهده دارد. شرکتی که عملاً در اختیار دولت است، چنانکه مدیران عالی رتبه دولت روحانی نقشی مهم در انتصاب‌های کلانش داشتند. از رزم حسینی وزیر وقت سمت تا محمود واعظی رئیس دفتر روحانی و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نیروهای خود را به سمت‌های کلیدی گماردند. من یاد داشت کردم که در این گزارش البته عمده اتهامات متوجه حمیدرضا عظیمیان است، مدیر عامل پیشین این شرکت که اگرچه به دلیل بازنشستگی کنار رفت، اما خود دستور استخدام بیش از 200 کارمند بازنشسته خاص را با حقوق‌های کلان داد. او که خود بازنشسته بود، در مدت 3 سال مدیریت بر این مجموعه بیش از 3 میلیارد تومان حقوق گرفت که بیش از 800 میلیارد تومان آن پاداش بوده. مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه هم ماهانه 77 میلیون تومان دریافتی داشته. این جدای از ماهانه 60 میلیون تومان حقوقی است که به 20 مشاوری پرداخت می‌شده که اصلاً در اصفهان حضور نداشتند. کارنامه فولاد مبارکه پر از قراردادهای مشکوک و مسئله دار با شرکت‌های داخلی و خارجی است. بسیاری از قراردادها با شرکت‌های زیرمجموعه بسته شده و مقام‌های فولاد در مقام اعضای هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه حقوق‌های نجومی مجزا دریافت کردند. اما ردپای سیاسیون هم در این مناسبات دیده شده. مثلا قرارداد پژوهشی 1 میلیارد تومانی با دانشگاه آزاد واحد تهران غرب. رئیس این دانشگاه کسی نیست جز پروین دادندیش، همسر محمود واعظی، رئیس دفتر سابق رئیس جمهور. جدای از ردپای همسر عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، نام برخی اسامی هم در تحقیق و تفحص نیست. از جمله محمد رضا جعفر آقایی، داماد علی اکبر ولایتی، مشاور عالی علی خامنه‌ای که در اواخر دولت روحانی مدیر عامل شرکت فولاد تاراس شد. یه خانم دیگری قرارداد 200 میلیاردی بسته شده برای اینکه حتی هیئت مدیره اونجا هم نتونه نظارت بکنه، قرارداد رو 7 میلیارد تمدید میکنه و 30% فولاد مبارکه سهام عدالته. سهام عدالت مال کر ها، کور ها، زن بیوسار هست، یتیم هست. با این حال در همین گزارش نکاتی آمده که شاید قرار نبود مورد توجه قرار گیرد. از جمله مبالغی که فولاد مبارکه به نهادهای خاص داده. بر اساس این اسناد فولاد مبارکه بیش از 14 میلیون تومان نقد به اداره کل اطلاعات اصفهان پرداخت کرده و 18 میلیارد تومان هم بابت خرید یک ویلا از اطلاعات داده. سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و وزارت دفاع مجموعاً حدود 16 میلیارد تومان از فولاد مبارکه دریافت کردند. سهم امامان جمعه البته محفوظ مانده. ائمه جمعه و ستاد اقامه نماز جمعه 1 میلیارد و 400 میلیارد تومان دریافت کردند و سهم نهادهایی مثل حوزه علمیه و بنیاد قدیر 950 میلیارد تومان بوده. رئیس بنیاد قدیر در آن مقطع اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی بود. بخش دیگری از تخلفات فولاد مبارکه به باشگاه ورزشی سپاهان مربوط می شود. برای درک ریخت و پاش‌های سالهای اخیر سپاهان کافی است به افزایش 3 برابری سهم تبلیغات شرکت نگاهی بیندازیم. طی 3 سال مجموعاً 300 میلیارد تومان به سپاهان داده شده. یک جیب به جیب حرفه‌ای. ردپای مهدی تاج، رئیس پیشین و کاندیدای فعلی انتخابات فدراسیون فوتبال ایران هم در این تخلفات دیده شده.
او که قبلا بازنشسته شده بود در سال 97 با تکیه به قانون بکارگیری جانبازان خواهان بازگشت به کار شد، در حالی که درخواست 400 جانباز مورد پذیرش قرار نگرفت. با دستور شخص مدیرعامل تاج برگشت و بدون فعالیت مؤثر 950 میلیون تومان حقوق گرفت. تاج در مقام رئیس وقت فدراسیون مسئول ضررده‌ترین قرارداد تاریخ فوتبال ایران با ویلموتس است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس سرشار از این ریخت و پاش هاست. یک مثنوی 70 من کاغذ که برای پوشاندنش 417 میلیون تومان خرج شده تا در توییتر با توییت و ری توییت مانع کار هیئت تحقیق و تفحص شوند. سهم صدا و سیما هم از این خان نعمت 22 میلیارد تومان بوده. گزارش مجلس تصویری از فساد در فولاد مبارکه اصفهان را ترسیم می‌کند. تصویری درست که البته منحصر به این شرکت نیست. در اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی وضع اکثر شرکت‌های خصولتی اگر بدتر از فولاد نباشد بهتر نیست. در سیستمی که خود رهبر جمهوری اسلامی دستور ایجاد شبکه فساد در شهرداری تهران به نفع سپاه پاسداران را داده، این حجم از فساد در مجموعه های دیگر غیر طبیعی نیست. اینه. فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمی است بی خود میگه. فساد سیستمی چیز دیگه است. فساد سیستمی در زمان حکومت طاغوت بود. فسادی که حالا فولاد را هم ذوب کرده. پذیرش این حجم از فساد یعنی تن دادن به این واقعیت که گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. مشتبه پور محسن، لندن.